سازمان بهداشت جهانی از شیوع سریع بیماری دیفتری در 13 استان یمن خبر داد. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه اعلام کرد که شیوع دیفتری در یمن نگران کننده است و بیشترین موارد ابتلا به دیفتری و جانباختگان مربوط به استان اب هستند. این سازمان بین المللی افزود از طریق همکاری با یونیسف و شرکا طی ماه نوامبر گذشته 8500 کودک زیر 5 سال در دو بخش از صده و یریم در استان اب واکسینه شدند. به گفته یه سازمان بهداشت جهانی با وجود تشدید درگیری ها و بسته شدن گزارگاه های یمن عملیات واکسیناسیون صورت گرفته است. اطلاف عربستان سعودی تمام مرزهای هوایی زمینی و دریایی یمن را مسدود کرده و مانع رسیدن کمکهای های بین المللی به مردم این کشور شده است. نهادهای بین المللی اعلام کردند که حدود دونیم میلیون یمنی به آب شرب سالم دسترسی ندارند که این موضوع میتواند به شیوع گسترده بیماری ها منجر شود. از فروردین ماه گذشته تا کنون حدود یک میلیون یمنی به وبا مبتلا شدند که بیش از 2200 دو تن از آنان جان خود را از دست دادند. عربستان سعودی همراه با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال 94 با هدف بازگرداندن به منصور هادی رئیس جمهور مستفی و فراری یمن به قدرت اقدام به حمله نظامی به یمن و محاصره زمینی دریایی و هوایی این کشور کرده است.